توش. قسمت چهارم پادکست نایتیتیه ادامه فریدون دیگه. الان فریدون یه بخشی از فریدونیم هستیم دیگه. الان انشالله که بازم تو فریدون. سلام به شما از این ور تا اون ور میز. سلام علیکم آقای مرید. واقعا تو اسم مرید به هموطنهای خارج از کشور. هموطنهای خارج از کشور سلام. حالشان خوبه؟ ببین یکم تند رفتیم بچه. اگر این همه چیزی که شما میگید گفتیم تند رفتیم. خب هر دفعه زواب که خوابی میبینه بعدش این خواهران جمشید. من فهمیدم که توی شاهنامه اینا خواهران جمشید. خب بچه اینا بچه احتمال زیاد اینا ربط مستقیم دارن به آنایتا ایزد آب. خب اینا مستقیمن به باروری و مستقیمن به بهره‌وری زمین ربط داره. خب بعدش یه چیزای عجیب غریب در مورد ضحاک هست که احتمال من نگفتم. ببین اولا که این مال نیزه وران. نیزه وران میشه عربستان، جایی که باباش اونجاست نیزه وران. بعدش این وقتی میاد پادشاه ایران میشه هنوز مار نداشته ضحاک. وقتی اومده ایران تازه اهریمن میاد در قالب خورشتگر و آشپز و اینا براش غذای گوشتی میپزه و اینا براش بوس میده و مار میدوش و اینا. بش یه داستانی داره این ماره. خب که ولی یه اشکالی وجود نداره مثلا اگه اون کسی که اومد و گفت که من بابا تو از سر راه برمیدارم خب اون شیطان بود دیگه. نه باباشو که کشته بود شده بود پادشاه نیزه وران. که شد گفت که من خورشخانه تو نه بعدش دوباره بعدش برمیده میده دوباره برمیده. خب بعدش مثلا خورش که تموم میشه یعنی اون چه روز آشپزی که تموم میشه دوباره میره. خب بعدش در قالب طبیب برمیگرده. خب این میره این میاد. که یه مسئله ای داشت دهات آی سامان. خب این بود که گفتیم که این وقتی میگه بیاد باباتو بکش میگه که نمیکشم. بعدش تو میگه تو با من پیمان بستی. خب یعنی اینو میذاره توی یه دوراهی که تو پیمان تو بشکنی یا به اهریمن بگی نه. این یه دوراهیه دیگه. این دوراهیه که احمقانه به نظر میرسه ولی واقعیت اینه که خیلی همگان از تجربهش دور نیستن. اگه شاید هم میخوای که اصلا تو یه پیمانی با یه آدمی که نااهله بستی حالا میخوای این نااهلی رو بکنی یا پیمان بشکنی. خب این چیزیه که خیلی عجیب غریب نیست ولی یعنی خیلی عجیب غریب نه خیلی دور از ذهن ما نیست خیلی دور از تجربه زندگی همه ما واقعا نیست. حالا این مارا خب یه ویژگی دارن اینا بازیشون این نیست که یه روزی دوتا مغز آدم بخورن تموم شه. این بازی ادامه داره. این بازی افزاینده است. خب و ما هیچ وقت به این افزایندگیش توجه نمی کنیم. اینجوریه که این وقتی که خواب میبینه میره میگه که یکیه که سه تا برادر هم دوتا بزرگتر هم کوچیکی میاد مثلا در تو رو سرویس میکنه اینا بش این میاد دنبال اینا. خب از اینا دیگه یه مرحله زوال عقل توی حضرت شروع میشه. خب و یه اتفاقای عجیب میفته. مثلا این وقتی که فریدون حمله میکنه به کاخش خب این رفته هندوستان. بعدش رفته هندوستان چیکار بکنه؟ رفته هندوستان هر جونور آدم از بکشه تشت خون داره مثلا دریاچه خون درست کنه تو خون شنا کنه که این نفرین از بدنش بره. یعنی این بدی وقتی بدی میاد تو بدی فزاینده است ته نداره. این خیلی حرفه ها. این یه چیزه که من شخصا در مورد ضحاک شاید بهش توجه وافری نمی کردم ولی وقتی که بهش دقت میکنیم میبینی که آره توی زندگی ما بدی فزاینده است. تو وقتی میفتی توی مسیر اشتباهی فزاینده میفتی تو روزی یه نخ سیگارت روزی یه نخ سیگار نمیمونه. حالا سیگار من از آن چیز بدی نیست مثلا مثال دم دستی گفتم. خب این از این. خب
دو اینکه ببین اینجوریه که قصه اینجوریه که آقای فریدون با دو تا برادرنش که اسم یکیشون تو شاهنامه کتایون کیانوش نیست مفتوب شد کیانوش چون توی متون پهلوی کیانوشه ولی تو شاهنامه به واقع اسمش کتایونه کتایون و برمایون یا کتایون و برمایه میشه کتایون و برمایون و فریدون که فریدون معنی سومی میده خب اینا شروع میکنن حمله کردن به حضرت به برن کاخو بگیرن اول میرن آهنگری یه گرز گاوسر سفارش میدن براشون میسازه بهش میرن دارن که برن یه آقای فریدون رو میبینه سوت میزنه بیا اینا که پاسور میفروشن خب اینا میگه که حالا خوب باشه چی شده حالا میگه که بیا به جادو یاد بدم میگه به من میگه تو آدم خوبی هستی میخوام به جادو یاد بدم همینقدر الکی بود بعدش این بهش جادو یاد میده خب بعدش این میاد به برادرانش میگه میگه که آقا این به من جادو یاد داده و من فکر میکنم که آدم خوبی همین فقط همین بعدش اینا که میگه من فیلم آدم خوبیه و این جادو یاد گرفتن این دوتا اون شب توی این فکرن که چرا اون جادو یاد دادن؟ چرا ما جادو یاد دادن؟ اینا نکنه اون مثلا بشه بزرگتر از ما اینا حسودیشون میشه حسودیشون میشه یه سنگ بهت میکنن بیفته رو کله این پخش بسن اون که برمم میکنه برای دوستم خب؟ برش حضرت هم جادو میکنه آقای فریدون جادو میکنه سنگ متلاشی میشه اصلا به رو خودش نمیاره فرده که آقای کتالین رو برمانیم چرا خواستی من رو کشید؟ نگاه نگاه مثلا یه حسودی بوده گذود گذار بوده رفته این لای سیویلش رد بود یه اصطلاح دیگه هم دارید نمیدن لای سیویلش رد آقا اینا این لای سیویلش زیر سیویلش رد همون دو بومی هم زیر سیویلش رد لای سیویل نداره چیزی زیر سیویلش آقا فرداش اینا میرن که از یه دریای رد شد برن اون بر برن کاخ ضحاک رو بگیرن یه قایقران اونجاست میگه من نمیبرم تو مجوز کتبی میخوام آقا دو خدا وگیری دو میلیون سال پیش مجوز کتبی چی چه کوفتیه که مجوز کتبی میخوام میگه که نه من تو تیم پادشاه به هیچ که تو تیم کسی که معلوم نباشه تو پادشاه ضحاک خدمت نمیکنه اینا حضرت اینجوری میکنه حضرت فریدون ارباب میره آسمون رو پرواز میکنه و اینا تو اوسا میگه سه شب و سه روز توی راه و تو پرواز و اینا بعدش دیگه ایزد آنایتا نجاتش میده میذارتش دم خونه زن و بچهش میگه برو برو بچه داری تو بکن مثلا دیگه پادکاش فریدون نکنی اینا حالا تو شاهنامه میبینید که اینا یکم وقتا میخوره زمین عقل تو سرش میده اینا سوار میشن و میگن یعنی این تالا دو جا حضرت از جادو استفاده میکنه بازم این کارو میکنه بچ اینا میاد تو کاخ همچنین میاد تو همچنین تو زحاک نیست زحاک کجاست؟ میاد میاد که اتوان صندلی هم خالی و میشینن رو صندلی و پادشاهی میکنه اینا ارنواز و شهرناز هم میاد این خواهران جمشید که خیلی آدم مهم میاد میاد که تو کی هستی میگه که اصلا من میخوام دیگه پادشاه من باشم اونم میگه که خود تو آدم جالب تایی هستی باشه میشه مثلا با ما ازدواج کنی اونم میگه آره باشه ما ازدواج کنیم همین علکی واقعا به همین علکی یا باشه بعدش یه غلام اعظمی داره حضرت ضحاک به نام کندرو هم کندیه کنه اگلی ولی تند نمیره کند این بعد از ظهری از مرخصی برمیگرده میره خدمت ضحاک برسه یعنی میده تو کاخ کارا رو بکنینا میبینه که یکی نشسته رو تخت پادشاه میگه خب ضعف و مسافرت بود هنوز هم نباید برگشته باشه این که اینا میگه هرکی از زورش از من بیشتره دیگه بگه نه آره بس بریم تو کاش میگه سلام به پادشاه حالت چطور اینا انگار نه انگار که پادشاه عوض شده خب میگه که شراب بیارم آب بیارم نون بیارم هرچی خواستی بیارم مثلا رخصنده بیارم خوشحالت کنم دو تا جوک تعریف کنم اینا همون کارهایی که برای ضعف میکرده برای فریدون انجام میده انگار نه انگار که پادشاه عوض شد نه فریدون یکی چه جالب هیچ اینجا اعتراض نمی کنه اونجا چه وضعیه واقعا میگه
میگه بیار هرچی میخوای بیار، جشن و شادی سرور، مثل همون کاری که شما امشب کردید هم تنجی خواهد تو خریده بودید ها، خلاصه کیف و اینا یه اتفاق های جذاب موشب میفت و اینا. شب که همه میان بخوابن، حضرت کندرون کندرو کندرون سوار اسبش میشه میره پیش ضحاک، میگه استاد حمله کردن کاخو گرفتن. میگه مهمانه. میگه یعنی چی مهمانه؟ مهمان که با گز نمیشینه روی صندلی. تو میگه نه مهمان گستاخ قشنگتر مهمان ناگستاخه. خدا ببین این یعنی که این دیگه این مارها وجودش یا یعنی مغزش رو تویی کردن دیگه. این میگم این مسیر مسیریه که ته نداره. این اصلا ضحاک در اینجا عمرش چه بدم چه میگن در تیمور لنگ آخر آمش دیوونه شده بود. خب اینجا اصلا دیوونه میشه. خب اصلا هیچی دیگه براش مهم نیست. خب همون دوم عبارت دومی که باید میگفتم نگفتم همون براش اتفاق بود. و میگه که خب مهمون اصلا گستاخش خوب چقدر خوب با گوزش خشن بود. میگه بابا اینا همونه سه تا همونه که خواب دیدی کوچیکتر یه پرزور داره کوچیکتر یه گزاره همون که برای شمه دنیا رو کشتی دنباله این بودی که بکشیش که این همونه. میگه حالا دیگه مهمونه دیگه حالا ما میگم بعد سفر اون میگم بیشتر میگم این کندر میگه که نه آقا این عباب دیونش واقعا میگه اگه مهمونه چطور با زنهای تو میخوابه تو اتاق؟ میگه زنهای من؟ میگه آره زنهای تو با ارنواز شهرنام اصلا بالشت سرش موهای خوشبوی ارنواز شهرنام یکی دست راست و یکی دست چپ و اینا. میگه عصبانی میشه ضحاک میگه اصلا تو اخراجی. میگه اینم میگه آقا چی من اخراجم؟ تو نمیفهمی به زنگی تو پادشاهی تو ازت گرفتن تو من اخراجی تو خودت اخراج شدی تو دیگه نمیتونی من اخراج کنی. میگه اینجوریه. میگه آره. میگه پس بریم به جنگشون. آقا اینا ما میشن برن به جنگ. باش همچنان فریدون و رفقا یعنی فریدون و برادر در کاخ نشستن ازن نگاه نگاه که باید کسی بجنگن. اونجا نشستن واسه خودشون خوشحال و خندان اینا. این حمله میکنن این اربابان ضحاکی کامه و یه سری رفقاش اونجا تو خیابون هستن که بجنگن. بعدش همه آدم ها میان به جنگ. یه بخشی از سپاه کاوه هم که میدونید همون 50% آدم هایی هم که ارمایل و برمایل برمایل و گرمایل نجات میدادن که برش گفتیم اینا میشن جماعت کل. اینا نقش اساسی دارن در سپاه حضرت کاوه. بچ اینا با اینا میگن که اصلا خبر این جنگ به حضرت فریدون نمیرسه. ضحاک هم میبینه که ای بابا همه که دارن میجنگن ما خود نمیتونیم از اینا رد شیم زنامون رو دارن فلان اینا بریم زنامون نجات بدیم. یه لباس مبدل میپوشه یه شمشیر برم داره بره اونوری زناشو نجات بده. میره تو کاخ میره بله این از این ور بوس میده به اون اون از اون بوس میده به این اصلا یه وضعی چه وضعی اینا آره میاد حمله بکنه حضرت با گرد میزنه تو سرش فریدون با گرد تو سر ضحاک این پخ میشه رو زمین. بعدش میاد اینو بکشه حضرت سروش تشریف میاره. سروش مثل جبرئیل ندا‌آور آسوشیتد پرس. خب ولی با آسوشیتد پرس یه تفاوت داره که قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته خبرشو میده. خب وای نمیشه این خبر بیفته بعدش به خبر رسانی کنه. میگم اینو نکش. بعدش توی شاهنامه میگن که اینو نکش چون هنوز تو میخندی آقا نخند نخند خیلی جدی نخندی بخند. میگه که هنوز وقت مرگش نیست. یادت میاد گفتم تو اوستا میگن چرا نکش؟ چون که شیطان مردنی نیست. نه اوستا دلیلش اینه که میگه اگه تو اینو بکشی از درونش کلی خرفسر و جونور بد و اینا میاد بیرون اینا هستی رو میگیرن. بعدش یه این رو عدا ببرد بندست توی دماوند. خب یه جوری که به بند و صاف اونا که آزاد نشه. حالا یه چیز پیچیده تو اوستا هست خیلی پیچیده است. خب بچ خیلی عجیبه خیلی عمیقه در واقع. بچ ما خیلی تو فیلم هم اینو دیدیم. خب ولی به نظرم همچنان اشتباه رو ما هم میکنیم.
من به شخصی این کارو میکنم، این اشتباهی که نباید میکنه میکنم. این جوریه که میگن که توی اوستا این حضرت ضحاک زنده میمونه تا قیامت، رستاخیز اوستا هم رستاخیز داره. خب گاتا ها رستاخیز نداره، فلسفه دین زرتشتی رستاخیز نداره، ولی تو اوستا رستاخیز نداره. یعنی وقتی که همه دوباره دوباره شد، این یه اشموقی، اشموقی یعنی پیروان دروغ، یکی از اشموقیان، یه آدم اشموقی میره حضرت ضحاک رو نجات میده، بندشو باز میکنه، این بندشو باز میکنه، این هم تکون نمیخوره، میگه تو فریدین بگه منو بکش. آقا من آزادت کردم که بخواستم بکشم ات، خب من اونجا میکشم از دیگه تو بعد میکشم. میگه نه 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 نه. خب بالاخره رادش میکنه آقا بیا بریم بجنگیم اینا، تو میتونی زور داری و مثلا اینا. این یکی راست میگی، این جرأت میده، این اشموقیه به این جرأت میده. بعد این وقتی جرأت پیدا میکنه، اول کسی که میکشه همین اشموقیه، یعنی اول اینو میکشه، بعدش یارو میفته بین بقیه رو بکشه، بعدش یک سوم جمعیت اون آدم اون چیزایی که میکشه، بعدش سروش میره به نیروسنگ میگه، نیروسنگ نم شیپور میزنه اینا، گرشاس بیدار میشه، گرشاس میاد میزنه حضرت رو میکشه. حالا اون تیکش که واقعا عمیقه اینه که اون اشموقیه اول نفعی که کشته میشه، وقتی میگی تو تیم بعد سزاد مرگه، تازه این سزاد رو خود بده بده، خود خوبه بده نمیده، بده بده میده، یعنی وقتی تو میگی تو تیم اشتباه همون تیم میزنه. بله کلمه بهتری پیدا کرد. این یه چیزی که ما دیدیم، مثلا اونی که لو میده تیمشو میکشنش، دیدی همیشه تو لو میدی که زنده بمونه ولی اول میکشنه. خب لو نده بمیر دیگه، تو خود داری میمیری دیگه، چی کاری ها؟ اگه من بخوام شکنجه کنم هنوز نزده میگم، نزده من خواهد بگم که تو نزده من بگم، ولی واقعا خیرت اینو نمیگه. حالا بگذارم، یه شخصیت اینجا هست که ما چند بود درمش صحبت کردم، فکر کنم هفته پیش هم گفتم، کاوه آهنگر. بچه کاوه آهنگر یه دلیل هفته پیش های سامان فهمونیم چی بود؟ آهن شیطان فراری. آهن شیطان فراری. حالا یه مفهوم دیگه هم میشه بهش وصله. فریدون گفته نماد چیه؟ سل نه اون معنیش، نماد کیه؟ آدم قوی. نه مار مار نماد کشاورزیه. اوکی؟ داعش گاوه، هفت نسلش اسمشو معنی گاو میده، اون گردش هم گاو، گاو نماد کشاورزی. حالا میگن که ببین بچه ها، ما گفتیم که ضحاک یعنی پادشاهی ضحاک، طبقات اجتماعی جمشید از بین برده. حالا یه سری آدم نوشتن که آقا نه، طبقات اجتماعی کامل از بین نبود، به نیساریان و کارتوزیان کاری نداشت، یعنی به روحانیون و ارتشیان کاری نداشت، اینا همچنان در حال خوشی بودن، ولی با کشاورزان و صنعتگران مشکل داشت. برای همین فریدون کشاورزه، کاوه صنعتگره، یعنی این دو طبقه اجتماعی که بهشون اهمیت داده نمیشه اینا قیام میکنن. جالبه، مدارک جالبه. بعدش توی اوستا این میگه که پادشاهی ضحاک یک روز کمتر از 1000 ساله نه، یعنی 1000 سال کامل نکرده توی اوستا، ولی مثلا برای جمشید بعضی کتاب میزن 1000 سال اونو کامل میکنه، یعنی کامل نمیکنه. عشنگ نظر من مفهوم قشنگ. اونم تیمی منظور از این بابته که 1000 سال یک سمبولی بوده که معنای طولانی بوده یا واقعا 1000 سال؟ نه 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 نه، واقعا سمبول طولانی اصلا تو واقعیت نداره.
با واقعیت یک کمی فرق میکنه، یه چیز دیگه است. حالا دروغ سمبول تو بودن. آقا فریدون این آقای کاوه، بچه ها کاوه ما معنی شده با آقای محمد تو در ویکی‌پدیا خونده نوشته بود نافه مشک. بچه این کاوه دو تا بچه داره، قباد و قارن، که تو به قارن کارن هم میگن. و یک مفهوم اینجا هست به نام درفش کاویانی. این سالیانی پرچم ایرانه، یعنی هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان همش پرچم ایرانه. بچه اینجوریه که یه آدمی به نام زرار ابن خطاب میتونه توی جنگ قادسیه و نهاوند به این دست پیدا کنی رو برمیده میده تعبیر میده به عمر ابن خطاب که همون حضرت عمره، بعد از اسلام میرسه تا اسلام. آره دیگه همون در اون جنگی. آره ولی اصلا این تاریخه دیگه، این دیگه چهارنامه نیست، حتی پهلوی هم نیست، این واقعا تاریخه. بعدش میگه که عمر ابن خطاب 30,000 درهم پول میده به زرار ابن خطاب که آقا اینو آوردی. بعدش میگن که این 30,000 درهم نمیارزه، این 2,000,000 درهم میارزه. بعدش اینو اصلا کفشون میبره از این همه زیورالات که به این آویزونه. بعدش زیوراتشو میکنن میگن به چرمشو آتیش بزن. خب؟ بعدش یه چیز مربعی، یه شاهین گفتی؟ یه شاهینی که بال شبات بال فرعون هر بازه کلش هم اینجوری بازه خود نمیشه که پاشم مثل چارلی چاپلین بازه اینجوری واقعا. بعدش این بالا سرشه، بعدش یه دونه چهار پنطوره، چهار تا پارچه بهش آویزونه که سرخ و زرد و کبود و بنفشه. این درفش کامل، یه دونه بیشتر نیست که دیگه اونم نیست خواهد. نه منظوری که دیگه اروش نساختن چند نه دیگه اصلا، نه اصلا یه دونه است. مثلا اینجوریه که بچه وقتی اصلا توی همه بخش اساطیر اینجوریه که وقتی تو میگی به بخش حماسی، بخش حماسی اینجوریه که تو وقتی میگی به جنگ، اگه یکی تونست درفشو بندازه اصلا سپاهی که درفشو بندازه همون تو فقر رو داره میره. یعنی دیگه قلب سپاهه دیگه. همین خود این که تو درفشو انداخته اینه که شاه کشتی، و اینجور مفهوم قویه. حضرت فریدون میشه پادشاه. حالا این آقای کاوه هست دیگه، دیگه هست، حالا حالا هست. مثلا ما در زمان منوچه پهلوان اصلی کشور سامه و کارن، قارن، قارن که همون کارن. بچه این که میگم هست، من تازه فهمیدم احسان میدونست از کار که تو زمان اشکانیان و ساسانیان ما 7 خانواده خاندان بزرگ داریم در مملکت. هم خاندان مهران و خاندان سورن و خاندان اسپهپاد و اسپندیار اینا، یکیش خاندان کارن. اینا همین نوادگان کاوه آهنگر. اینا تا ته زمان ساسانیان جزء برش اینا وظیفه شون نگهداری از درفش و گذاشتن تاج سر پادشاه. روزبه کازرونی برای خاندان کارن چی میشه؟ سرمون 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 سرمون. خب اینا خلاصه نقش دارن، اینا هنوز هست. همین نماینده صنعتگران هم در واقع نه 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 چی هم؟ طلبه صنعتگر. من هم اینجوری فکر میکنم ولی نه نه نخوندم جوری. خیلی هم نخوندم. پهلوانان هم دیگه، شروع پهلوانی هم نه اینجوری نیست. نمیشه گفت که هر کی یه پهلوان تو طبقش از طبقش یعنی خانواده‌اش اونجوری بود. اون شروع کننده پهلوانی قبل از اینکه پهلوان نداشتیم. حالا میگم ببین اینو هفته پیشم گفتم که ما وقتی از اول فریدون ما دوچار یک مفهوم جدید میشیم در شاهنامه که یه سری آدم هستن که فر پهلوانی دارن، یعنی دیگه پادشاه خودش پهلوان اول کشور نیست. خب حالا مثلا گرشاسپ توی اوستا خیلی آدم معروف داریه، توی شاهنامه مثلا ما کاوه داریم، بلش مثلا خود دیگه خود سام خیلی آدم جدیه.
دوستان فکر کنم نسل ششم یا پنجم گرشاس بعد این گرشاس تهش میرسه به جمشید. یه چیزی زهاک بچه ها ریشهش میرسه به سیامک. کی بود سیامک؟ یه جنگ کرد مرد پسر تمرس. فریدون این در جواب شما خب، ولی کاوه در اصل ریشه صنعتگری داره چون آهنگره خب. حالا دسته که قارن میشه پهلوان، ولی باش ریشه اینا صنعتگری هر اینه که کیان خانم گفت و باید بخون بشه نمیشه فهمیدش. بگذاریم بچه فریدون آدم پیچیده یه دسته خب. گفتیم که معنیش سومه، بلش توی اوستا اولین پزشک همون تریتا همون فریدونه و جالبه که با وجود که برادرنشی با بهش خیانت کردن اینو زیر سیبیری رد میکنه و اینا همچنان با هم رفیق هم خوب هم میکنه. بعدش با ارنواز و شهرناز ازدواج میکنه. این دوتا ما میگیدیم که اینا نماد آنایتا یا نماد باربری باربری آنایتا دیست خب، ولی الان میگیم که مثلا همچین نقشی دارن بالاخره خب، همچین نقش بسیار پر رنگی دارن. آنایتا خب میدونی چی دیگه، ادویسی آنایتا ایزد نگهبان آبه خب، و مثلا دیگه همه گیاهان و همه اینا از دیگه ذهن هم خب. این حضرت دو تا بچه پیدا میکنه از شهرناز فریدون، یه بچه پیدا میکنه از ارنواز. اسم هم اونجا نیست، عادت نداشت اسم بچه‌ش. چطور یاد کرده؟ مثلا اون لباس آبیه بیا، مثلا خاکی بیا، مثلا بچه بیا. آره آره تو فامیل دوست که اسم بچه هم چیز نزن بچه بیا مثلا چه میدونم واقعا اصلا منطقی به نظر نمیرسه، ولی اینا اسم نداشتن بچش. پس به اینا اصول و کتاب و اینا یاد میدن، اینا به سن ازدواج میرسن. چی رو یادم رفته؟ کیا خواهد به اسم وزیرش کی بود؟ جندل. یه کارگزاری داره آقای فریدون جندل خب. این اونا مرقه به گوشه مثل پسر خواهد است کارهای سخت انجام میده بدبخت. میگم برو در پهنای گیتی بگرد سه خواهری که از یک مادر و یک پدر باشن شاهزاده باشن و هنوز اسم نداشته باشن پیدا کن. این میره پیدا میکنه، جالبش اینه که این میره و پیدا میکنه در کجا؟ در یمن. یمن نزدیک نیزه‌وران دیگه، نه یمن میشه پایین عربستان و دریای سرخ، دریای سرخ میگم اونجا. این اونجا پیدا این که پیدا میکنه میگه که آقا ما اومدیم بچه های شما رو خواستگاری کنیم. میگه خب برای کی؟ میگه برای بچه های فریدون. میگه کجا هستن حضرت؟ میگه ایران. میگه پادشاهیشو گفتن کجاست پایتخت فریدون یادشه؟ آفرین آمل و دور و اینا خب. حداقل فکر کنم 8 ساعت پرواز راه است با سیمور. نه با هواپیمای باز هاوسوف کارن هم تو مازندران. هاوسوف کارن چیه؟ همون خاندان کارن. حالا جالبش اینه که یه شهری هست به نام مشهد کاوه، جزء شهرستان چادگان انسانه و این یه جایی هست میگه این قبر کاوه هست و تاریخ ایلخانی هست 700 سال پیش میگه این چیه قبر کاوه هست واقعا و اصلا اسم اون شهر مشهد کاوه هست و جالبش که این نزدیک نهاونده، نهاوند مرکز این خاندان کانن. یکی از دلایل دیگه که مازندران بعد 200 سال بعد از اینکه اینا حمله کردن به ایران توسط عرب گرفته میشه به خاطر دیلی بوده که روز به کاز رو میگه. اوکی آقا این میگه که من نمیخوام
یعنی پیش خودش میگه نمیخوام، پیش اون نمیگه، پیش جندل نمیگه. چرا؟ چون که مثل سگ میترسه که میکشمش. بالاخره تو به پادشاه جهان نمیتونی بگی نمیگه. الان فردا ترامپ بیاد بگه میخواد با تو ازدواج کنه، حالا تو مرد اونم بعد تو میتونی بگی نه. واقعا سخته، سخته، پیچیده است. باید خیلی خیرت به خرج بدی که بگی نه، که در فکر کنم که تایش راضی بشیم. حتی شاید دل اونم بخواد. این سجاد نشه مازندر نشانه با مازندر جغرافی ما فرق داره. ولی نه این تبرستانه، این اصلا خود آماله، آمال و نور و برازه نوکرشم. آقا این میگه که من خود نمیخوام بدم. چرا نمیخواد بده؟ خیلی دلیل امروزی داره. دلش واسه بچهش تنگ میشه، دختر بزرگ کرده، بابا ایتینا اینجوری بود گریه میکرد. حق داشت البته بود، بدشانسی پشت بدشانسی. این نمیخواد که دخترش ازش دور بشه. خب هش میره میگه آقا من میگم به شما فردا. میره پیش مشاور میشه، خب آره چه گویی بخوری؟ مشاورش از خودش خردتره. متاسفانه اولین جایی که مشاورش از خودش خردتره. میگه اصلا شما به جنگ میریم، به جنگ. آره فریدونه که فریدونه، دلیل نشد که هرچی اون بگه اصلا میگه به جنگ. ما برنده میگیم داداش ریاضی بلدی؟ هشت بزرگتر یه منفی یک داداش میگه که راه دیگه ای نداره. میگه چرا؟ شما یه عدد زیاد مهریه بده، 1856 میلیون بیت کوین. اگه تونس بده انده مطالبه، نه انده استطاعه، نه انده مطالبه. این هم میگه که شما عقلتون از من کمتره. اما وقت خداشو که اون نتیجه میرسه، میره و از ترسش به حضرت جندل میگه که آقا ما میدیم، ما دختر به شما میدیم، فقط یه شرط داره، اونم که ما باید این پسران رو ببینیم، باید بیان اینجا ما ببینیم. حالا پیش خودش نقشه کشیده که چهار تا معما طراحی میکنم، مثلا دو به اضافه دو منهای دو چند میشه. اینا چون منها رو نخوندن نمیفهمن. واقعا از ذهنش هم میزد پیچید از این من ادامه قصه به تو میگم. فاکتوریه نوالی شده دو فاکتوریه میشه چند، اینقدر نیفهم. منم نیفهم، دو فاکتوریه میشه دو زده یک، سه فاکتوریه میشه سه زده دو زده یک، هشتاد فاکتوریه میشه هشتاد زده هفتاد زده 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 زده. یه کلاس بندست بیرون خوشون سوال میپرسن که ممکنه سوال بقیه هم باشه اگه من که برایش مهم نیست، به هم دیگه اعتراض نکنه، همون زیرسیبیلی رد بکنه. آقا این آقای جندل میگه که آقا من پیدا کردم اونه آقا مجدگونیشو میگه اونه بچه ها بده بگه. این آقا فریدون بچه ها یه خصوصیت داشت. What is this آقا نایمان؟ جادوگری بره. این با جادوگری ذهن حضرت پدرزن رو میخونه. بچ میگه بچه ها شما میگید اونجا این دخترانش رو میشونه به ترتیب جلوی شما، از شما میپرسه اینا شب این هم مثل سه قلو هم ولی سه قلو نیست، یکی کدوم بزرگتر کدوم کوچکتر کدوم وسطی. بچ شما اگه درست جواب دارید به تو نمیده. درستش اینه که برعکس گذاشته، یعنی کوچیکی رو گذاشته عقب. همینطور گفتم دوی بزافه دو میده، همینطور احمقانه سوال تنهایی کرده اینا. شما بدونید حضرت فریدون هم جواب اینا میده. خدا وکیلی یه بار توی لیسانس استادمون اومد 20 تا سوال گفت، جوابش هم گفت و من شدم 19. اینم میرم باشو پا میشم میرم و اسمم خود نداشتم. خب میرم اونجا اونا هم اسم نداشتن، اینا میگه که آقا کدوم بهتره کدوم کهتره کدوم میانه از اینا. اینا بسا فکر کنم بیسکویته یکویته اینا میگه که این که فکر میکنید ما فکر میکنیم کوچیکتره بزرگتره وسطی خواهم میشه وسطیه اون. اینا هم این پدرزنه تو کفه میگه بله حق باشه بفرمایید شام. راسته بقیه شام میخورن، اون پدرزنه کوف میخوره تا شب میشه اینا میرن بخوابن.
بعدش حضرت یه فکر کرده یک سردخونه بزرگ بمونه کرده شبیه اتاق. اینا میان توی این سردخونه که شبیه اتاق بزرگیه، مثلا فکر کن یه سردخونه اندازه مثلا این پاله، بعدش توش تخت گذاشته و دستشوی داره میگه، بعد همه چی سردخونه است. اینا این سه تا بچه فریدون میرن اون تو، اینا دارشون رو دارن دکمه این سردخونه رو دارن رو منفی 273 درجه سانتیگراد هم صفر کلوین. اینا از خوش حادثه لباس های گرمشون رو برده بودن. خب میگم هم چون بچه فریدون بودن بالاخره پوستشون کلوف بوده، اینا موفق میشن این سرما رو تحمل کنن. صبح زنده از تو این سردخونه میان بیرون، این حضرت دوباره صبحونه کوف میخوره و دیگه مجبور میشه که بچه هاشو بده. و این سه تا دختر با این سه تا پسر راهی میشن به سمت آمال و پایتخت فریدون. و جالبیش اینه که یه چیزی نزدیک همین 1,756,000,000 بیت کوین فریدون پول میده به این پدرزن. یعنی اصلا اقتصاد شهر از این وقت به اون وقت میشه، همه دیگه مازراتی سوار میشن و آیفون 13 و اصلا دیگه همه مملکت خوشحال میشن. کاش که چهار تا دیگه دخترم داشت این آقای پادشاه میداد به فاصله های دور و خیلی همه چی خوب و خوش. اینا اینا که دارم برمیگردن نزدیک های شهر، حضرت فریدون دوباره جادوگری میکن در قالب یک نهنگی به اینا هم نه آفوچه عجب های همه سوال هستی که این سوال رو پرسیدی دیدی معلم هم نه هنگ بچه ها در شانه رو یعنی تمسا شاید عجیب باشه ولی من هم ماهی را هنگ میکنم میرم پیش تمسا خود اصلا قالب یک تمسایی کروکودایل حمله میکنم اینا. اول حمله میکنم به بزرگیه، بزرگی فرار میکنه، این خود خطرناکه منو میخوره چه و من فرار میکنه. بعدش حمله میکنه به دومیه، دومیه شمشیرشو میکشه آقای فریدون در قالب اجدا فرار میکنه. حمله میکنه به سومیه، آقا چته؟ اول شمشیرشو میگه، میگه چته؟ ببین اصلا واسه چی داریم به جنگ اینا، بیا با هم گفتگو کنیم اینا، فکر نکن زوی داد من بیشتر اینا، یه دونه حرکت کیکاشی اینا میره اینا علی یه گفتگوی میکنن، حضرت فریدون فرار میکنه، میره در قالب خود خود فریدون میشینه تو قصرش و اینا میان اونا. امروز در اون روز بسیار اتفاق خجسته ای میفته، به جز اینکه اینا با هم ازدواج میکنن یه اتفاق خجسته دیگه میفته. چیه اون اتفاق خجسته های مسئول؟ اسلام میشن باری کلم ای بلاخره اسم میذاره اسم عروسا اینه آرزو مال دختر بزرگ است، ماه دختر کوچک است، اسم سومی است. خب اسم بابا اینا که ما تا حالا بهش گفتیم پدرزنه سر به بچه، خب احتمالا صحیحه دیگه چون سر به صحیح الان شاید بتونه چنان بچه ها کنه صحیحه. سجاد نمیشه صحیح، سجاد جفر صحیح. اسم اینا رو میزه اشبه اسم بچه ها خود سلم و آقای فردوسی میگه چون شما فرار کردی و سلامت جستی اسمتو میزهیم سلم. بقول آقای پادکست فردوسی خانی، آقای فردوسی یه مزایی فرمودن که ما خوشحال باشیم، اگر این ریشه و اینا نداریم خوشحال باشیم دستشون در نگیم و میگن که آقا شما میشی حاکم روم. حالا یه چیز دیگه این آقای فردوسی خانی میگه که چیز عجیبه من نشنیدم تا حالا، میگه کلمه خاور اون قدیم ها معنی غرب میداده، بعدش شده معنی شرق. بعدش میگه تو شاهنامه تو نمیفهمی در هر جا خاوره معنی غرب و شرق نمیده، بعد رفتن معنی غرب میده، بعد رفتن معنی شرق. نه اصلا شرق و غرب ولی قاطی پاتی. بله بفهم میکنم این خاور همون طرف شرق بوده
من عکس دختر بوده قرد بوده ولی یه منطقه است به این اسم سرزمین خاوره. من اینطور که خاور شهر رو میخوره باید خاوره خاور همیشه یعنی شهر خاور همیشه یعنی شهر بسه آقای فهدون سخانه باید کتاب بیشتر بکنه اچه این چیزه دیگه هم این لابرات تاریخ خواهر اینا مثل که خراسان خور آسان کلن یه جا نیست یه جهت جهتیه که خور آسان میاد با خوش آره بش مثلا الان ما میگیم خراسان به خاطر اینکه خراسان ما اونجاست مثلا اگر ما مملکتمون تا هند بود خراسان ما میشد تای هند شرق هند خور آسان یه باری یا خور آسوده میره پایین خاور نه بالا خاورم یعنی خور آور یعنی جایی که خورشید بیرون جایی که چی؟ خور آور که گفتم باختر میشه قرد الان شهر باختران تو کرماشام یعنی قرد من یه غرب دیگه غرب که شهر خاور رو که ما الان به عنوان شهر میدونیم یه منطقه تو غرب بوده به اسم خاور آها اون خاور که غربه یا اسم منطقه حتی الان به این نوع کامیونی هم خاور گفته میشه این بهتره در مورد فوش دادن به داور هم ازش استفاده میشه حالا ما کاری بمونه نه 602 داره 500 خودهی داره مدل های مختلف خاور هست 6-7 و اینا بگذاریم که اگزوزاش هم اندازاش مختلف باید سماره رو خاموش کنیم بله بله آقا میگه تو سلمی و تو پادشاه رو این سلم از همه بزرگتر خب؟ و شروع از همه دورتر خب؟ یه چیز دیگه که داره اینه که میگه که تو چرا فرار میکنی؟ وقتی به حمله میکنن که نباید فرار میکنی که داداش یعنی اصلا اصل این تقسیم ارثیه برام این یه دونه حضرت حمله کرده در قالب نهنگ و تمساهینا دیگه همین یه دونه آزمون کنکور عبدی جماعت بکه این شما سهمت اونجاست رو پاشه باشه بچه میرسه به تور میگه که بای کرا تو هم خواهد هم بیخیرنی هستی و فقط میجنگی دیدی آقا یه مذاکره که دیدی اصلا دوست با هم در مدید برم اتحاد استراتژی بس اینا بس ایمان اگه ترامپ ازش خواستگاه کن اول میگه فکر میکنه بگه آیا ترامپ ازش آیا ما میتونم توی مواده برنده بشم اول نمیدن میدن تو گوشه بیا بی عدد بی تر بیاد تو رو میکنی؟ میگه شما پادشاه تورانید بچ میرسه به ایران میگه باری کرد تو آدمی از که هم دور داری هم خیرت داری خب؟ بس تو پادشاه ایران بچ ایران از ریشه واقعا ایران ایران بی بعدش چون خود پادشاهی حضرت فریدون در ایران بوده این بخشی از بقیه مهمتر و حالا آقای فردوسی خانی میگه که ما نفهمیدیم که کی شاهنامه فردوسی شد پایتخت فریدون شد پادشاه کل جهان در صورتی که یه سه کتاب های دیگه میمیستن که اولین وقتی که اولین پادشاهی که جهان رو تقسیم میکنه فریدونه بدونه که دست بده که اونم اونه که میخواد مرز زیاد بشه بتونه حمله دیوان رو کنترل کنه از همین منطقی تره با از ادب خدمت آقای فردوسی خان اسمشون هم نمیدونم ولی آدم خوب و فهمیده هست این اینو که نمیگه هیچ که خوشحال نمیشه یعنی حتی ایداد هم خوشحال نمیشه با اینا هم با زناشون میان سر خونه زندگیشون رو این حضرت سل که همون که فرار کرده بود که یعنی که چی؟ اگه ما بچه بزرگ نیستیم تو بچه وسط اینا چرا به ما ملک بد داد به تو به اون ملک خوب داد اینا این ذهنیت آقای سل اینه که بچه بزرگتر باید چی بهتره بگیره ذهنیت آقای فریدون اینه که اونی که در جنگ بهتر عمل کرده باید این اتفاق باید شده داستان این که فریدون واقعا خوب این کار انجام نمیده ولی مهم نیست مهم اینه که یه دلیلی وجود داشته باشه که اتفاق بدی بیفته کلا تو شاهنامه مهم اینه که یه جوری قصه گفته بشه
که دلیلی وجود داشته باشه که اتفاق بعدی بیفته. خب این آقا سم میره مخ حضرت تور رو میدانه یکی بیا حمله کنیم و ملک رو بگیریم، ما حقمون نیست که اینجا باشید، این داشت که بچه کوچیک هنو درنش پوشید میده به اسفاکه شما هم میذارم برش یادت تا پاسات خودش میشاشید؟ من 12 سال تو خودم نشاشیدم، اون پاسات خودش شاشیده بچه اون شده پادشاه ایران من نشدم، چه وضعی اینا؟ خلاصه میگه بریم به آقای فریدون تهدید کنیم، یه نامه‌وری رو خف میکنن. چند دقیقه شد یه نامه‌وری رو خف میکنن میگه آقا شما برو این نامه ما رو بده به آقای فریدون، ما اعتراض داریم به این. 44 دقیقه است نفسه یه شما با این نامه به آقای فریدون ما اعتراض داریم، ما به این حد اعتراض داریم و اعتراض اونم اگر رسید نگرد جنگ میکنیم در این تا زیرس. این نامه بر میاد و تقلبان میکنه و بگه به به خوش آمدی و بچه های ما چطوران و حالشو خوبه، عروس ها مون چطوران و نوره ها مون چطوران و اون کوچیکه رفت مدرسه یا همه آنلاینه و واکسن چی زدید اینا میشینم پار هم و این میگه من یه نامه زشتی بودم یه حالا فعلا بشین عرق تو بخور چی بدن یه کبابی بدن تا ببینیم چی پیش میاد. خب این بنده خدا میگه خدایا چی آدم مهربونه این بچه چه میگه که این خیلی مهربونه نه و این بغلش باشه برای هفته بعد من خیلی گفتم خداحافظ پادکست سیام خداحافظ.